ساعتی پس از اظهارات یوکیو آمانو در مورد پیشرفت های قابل ملاحظه در روند راستی فعالیت های هسته ای ایران کاخ سفید این روند را رو نشانه همکاری ایران خواند یوکیو آمانو مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی روز دوشنبه سیوم شهری ما پس از بازگشت از تهران اعلام کرد روند نمونه برداری در پارچین با مسئولیت و تحت نظارت آژانس انجام شده و پیشرفت های قابل ملاحظه در روند راستی راست آزمایی فعالیت های هسته ای ایران به دست آمده است. همزمان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا به خبرنگاران گفت نشانه ها حاکی از همکاری ایران با آژانس است و اظهارات یوکی آمانو باطل کننده انتقادهایی است که می گفتند بازرسی ها به خود ایران سپرده شده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از سفر به ایران و بازدید از مرکز نظامی پارچین گفت آژانس روند نمونه برداری در پارچین و اصالت نمونه ها را تایید می کند. روز دوشنبه سیوم شهریور ماه به روز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت نمونه برداری در مجموعه پارچین توسط متخصصان ایرانی و بدون حضور بازرسان آژانس انجام شده است. آقای آمانو همچنین گفت من به شورای حکام گفتم پیشرفت چشمگیری در زمینه اجرای نقشه راه حاصل شده است. من و همکارم برای اولین بار وارد سایت پارچین شدیم ساختمانی که آژانس پیش از این تنها می توانست با استفاده از تصاویر ماهواره ای شاهد آن باشد وی تایید کرد که نشانه هایی از فعالیت های جدید نوسازی در این سایت مشاهده نکرده و هیچ تجهیزاتی داخل ساختمان وجود نداشته است در تحولی دیگر در زمینه توافق اتمی ایران و قدرت جهانی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای پیگیری روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و دیدار با مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد سهشنبه 31 شهریور ماه راهی نیویورک شد خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده است هدف از سفر آقای ظریف تشکیل کمیسیون مشترک ایران و گروه پنج به علاوه یک برای اجرای توافق اتمی 23 تیر ماه در وین است زمان دقیق تشکیل کمیسیون مشترک مشخص نشده اما بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا طی زمان اقامت هیئت ایرانی در نیویورک جلساتی در سطح معاونان وزارت خارجه تشکیل می شود. وظیفه کمیسیون مشترک اجرای موارد مطرح شده در توافق اتمی و پیوستهای آن عنوان شده است آمریکا، چین، بریتانیا، روسیه، فرانسه و آلمان دیگر اعضای این کمیسیون هستند. عباس عراقچی و حمید بعید نژاد معاونان وزیر خارجه ایران آقای ظریف را در سفرش همراهی می کنند و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران نیز دیرتر به آنها خواهد پیوست. آقای ظریف با فدریکا موگرنی مسئول ارشد سیاست خارجی و امور دفاعی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکرات اتمی ته و شش قدرت جهانی بود دیدار می کند. پیش از این جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری همراه با فرانک والتر اشتان مایر همتای آلمانی خود به خبرنگاران گفته بود با آقای ظریف در نیویورک دیدار خواهد کرد. آقای کری گفته بود من با لاوروف وزیر خارجه روسیه و ظریف در ارتباط با ایران و برخی دیگر مسائل دیدار خواهم داشت. نیویورک محل گرد همایی نمایندگان و سران کشورهای جهان در هفته دومین نشست عمومی سازمان ملل متحد است. بنابر گزارش ها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در نشست سران در نیویورک شرکت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه سی شهریور در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد پیش از آغاز گفتگو با پوتین نتانیاهو به خبرنگاران گفت برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم بین نیروهای مسلح دو طرف مهم بود به اینجا بیاییم و مواضع خود را تشریح کنیم رئیس ستاد نیروهای مسلح و رئیس سازمان امنیت اسرائیل بنیامین نتانیاهو را در سفر به مسکو همراهی کردند خبرگزاری فرانسه نوشته است حضور این دو مقام نظامی و امنیتی در دیدار نتانیاهو از مسکو نشان دهنده ابعاد های اسرائیل از افزایش حضور نظامی روسیه در جنگ داخلی سوریه است نتانیاهو تاکید کرد مصمم است از تحویل سیستم های پیشرفته تسلیحاتی از طریق سوریه و ایران به شبه نظامیان شیعه حزب الله جلوگیری کند به گفته او افتادن سلاح مدرن به دست حزب الله اقدامی بر ضد اسرائیل است نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که ارتش سوریه و ایران میخواستند در بلندی های جولان جبهه دومی علیه اسرائیل باز کنند پوتین در برابر نگرانی های نخست وزیر اسرائیل گفت اقدامات نظامی روسیه در خاور نزدیک بسیار مسئولانه است و مسئولانه هم خواهد ماند پوتین نگرانی های ابراز شده از روی نخست وزیر اسرائیل را اقراقامیز توصیف کرد و گفت ما میدانیم که ارتش سوریه و کلا خود سوریه در موقعیتی نیست که بتواند جبهه جنگی دیگری را ایجاد کند آنها تلاش می کنند که حاکمیت خود را حفظ کنند رسانه های اسرائیل در آستانه سفر نتانیاهو به مسکو نوشتند که یک هدف سفر نتانیاهو به روسیه آن است که از درگیری مستقیم جنگنده های روسی و اسرائیلی در آسمان منطقه جلوگیری شود از آغاز بحران سوریه گزارش های مختلفی راجع به حملات جنگنده های اسرائیلی علیه کاربان های تسلیحاتی منتشر شده که از سوریه برای حزب الله لبنان ارسال می شدن. این حملات از سوی خود اسرائیل نه تعیید و نه تکذیب شدند روزنامه روسیه کمرسانت روز دوشنبه سی شهریور نوشت روسیه همکنون 1700 متخصص نظامی در بندر ترتوس واقع در شمال غرب سوریه مستقر کرده است این خبر تا کنون از سوی منبع مستقلی تایید نشده است مقام های آمریکایی در روزهای اخیر خبر دادند که روزها سرباز توبخانه و هواپیماهای جنگی در شمال شرقی سوریه مستقر کردند. مقام های دولت روسیه تاکنون تنها حضور مشاوران نظامی را در سوریه تایید کردند بدون آنکه به تعداد این مشاوران مستقر در سوریه اشاره کنند. نتانیاهو تاکید کرد که مصمم است از تحویل سیستم های پیشرفته تسلیحاتی از طریق سوریه و ایران به شبه نظامیان شیعه حزب الله لبنان جلوگیری کند بر اساس گزارش کمرسانت روسیه قرارداد تحویل هواپیماهای جنگی به سوریه را که پیش از این به حال تعلیق در آمده بود از سر گرفته است این روزنامه از قول منابع نظامی که نامی از آنها نبرده نوشته است روسیه تا سال 2017 دوازده فروند جنگنده شکاری از نوع میگ 29 به سوریه تحویل خواهد داد سوریه همچنین هواپیماهای آموزشی نظامی از نوع یاک 130 از روسیه دریافت خواهد کرد مسکو در سال 2013 تحویل 12 فروند میگ 29 و 36 فروند یا که 130 به سوریه را به دلیل پرداخت نشدن پول آنها متوقف کرده بود معلوم نیست علت تغییر تصمیم مسکو به از سرگیری ارسال جنگنده های نظامی به سوریه چیست اما هرچه هست ناشی از بهبود وضعیت مالی حکومت بشار اسد نیست تحلیلگران میگویند که مسکو با مهارت در حال بهره از خلأ یک راهبرد موثر غرب در مورد بحر ران سوریه است تا تحولات این کشور را به نفع خود و رژیم مورد حمایتش مدیریت کند همین مسئله آمریکا را نگران و واشنگتن را واداشته تا پیشنهاد گفتگوهای نظامی را با مسکو ارائه دهد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز سه‌شنبه 31 شهریور ماه در نخستین روز از هفته دفاع مقدس در مراسم رژه نیروهای مسلح سخنرانی کرد و بار دیگر از نتایج توافق اتمی با قدرت‌های جهانی دفاع کرد آقای روحانی در این سخنرانی به کمک‌های جمهوری اسلامی به دولت‌های سوریه و عراق هم اشاره کرد و گفت تنها امید دیگر کشورهای همسایه برای مقابله با تروریسم نیروهای ایران هستند و این کشورها فکر نکنند قدرت بزرگ مدافع آنان خواهند بود و از نیروهای مسلح ایران به عنوان بزرگترین نیروی ضد تروریست نام برد سخنان آقای روحانی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در سوریه آشکارا از حکومت بشار حمایت می کند و در یمن به حمایت تسلیحاتی و نظامی از شورشیان حوسی متهم است حسن روحانی درباره توافق اتمی وین هم گفت یک سال پیش شش قدرت جهانی به ما می گفتند فقط صد دستگاه سانتریفیوژ و نه بیشتر و ما امروز موفق شدیم شست برابر آن یعنی شش هزار را فعال نگاه داریم آقای روحانی همچنین گفت یک سال پیش شش قدرت بزرگ می گفتن حتی یک سانتریفیوژ نباید در فردو بماند و امروز هزار سانتریفیوژ در فردو مانده است این اظهارات در حالی است که در مجلس ایران هنوز درباره نحوه رأی دادن به توافق اتمی اختلاف نظر وجود دارد منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون برجام روز دوشنبه سیوم شهریور ماه گفت کمیسیون برجام این رویه که مجلس نباید توافق اتمی را رد یا قبول کند را قبول نه. ندارد و اگر دولت درباره این توافق به مجلس لایحه ندهد نمایندگان در قالب طرحی برجام را به صورت قانون تصویب خواهند کرد در همین حال علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یک شب در یک برنامه تلویزیونی با شبکه العالم گفت مجلس تنها باید خطوط قرمز به عنوان یک ضرورت را تصویب کند و به دولت برای اجرا کردن این توافق اجازه دهد آقای بروجردی همچنین گفته در بین نمایندگان مجلس چند نظریه وجود دارد که یکی از آنها صدور بیانیه درباره توافق اتمی وین است همزمان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران با اشاره به شرایط بحرانی منطقه و کشورهای همسایه نسبت به عواقب امنیتی اقدامات مخالفان ایرانی توافق وین و سنگ اندازی در مسیر این توافق هشدار داد وی با بیان اینکه ما همه های هشت سال گذشته را نگفتیم و عمق قضیه خیلی بالاتر از اینهاست تاکید کرد دولت حسن روحانی با فداکاری و شهامت وارد منطقه ممنوعه مذاکرات اتمی شد و در این مسیر پیروز شد و در این حال با اشاره به اینکه طرف غربی عجله‌ای برای برداشتن تحریم ندارد افزود از این رو خودمان باید دلمان بسوزد اما افرادی به اسم انقلاب و اسلام سنگ اندازی می کند رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام همچنین با اشاره به قطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از توافق اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک گفت با صدور این قطنامه نامه در ظرف نیم ساعت شش قطنامه نامه خطرناک که اگر بود جنگ میشد از بالای سر ایران برداشته شد به گفته آقای هاشمی رفسنجانی با این وجود اده چشم ها را می بندند و دهانشان را باز می کنند و هر چه می می گویند و خیال می کنند در راه خدا مجاهده می کنند آقای هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه 26 شهریور نیز مخالفان ایرانی توافق اتمی را تندروهای مخالف منافع ملی و و مردم خواند و پیش بینی کرد که مردم با حضوری مشابه انتخابات 92 در انتخابات اسفند ماه سال جاری درس بزرگی به افراتیون خواهند داد. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی تهران را به افزایش کشمکش ها در یمن متهم کرده و گفته است تهران باید از دخالت در امور کشورهای عربی دست بردارد. ابراز نظر آقای قرقاش واکنشی به سخنان تازه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران تلقی شده است که روز یکشنبه 29 شهریور ما گفته بود امارات به جای ارسال سلاح به یمن دارو و غذا برای مردم مظلوم یمن ارسال کند و به جای تقویت رویکرد نظامی به تحقق تقویت روند سیاسی در یمن و منطقه کمک کند ساعتی بعد آقای قرقاش چند پست مختلف در ارتباط با ایران در حساب کاربری خود منتشر کرد ساعتی بعد آقای قرقاش چند پست مختلف در ارتباط با ایران در حساب کاربری خود منتشر کرد وی در توییتر خود نوشته است امارات متحده عربی و عربستان سعودی و همسایگان یمن در پی جنگی که حوسیهای متحد با ایران ایجاد کرده اند از هر طریق ممکن به یمن غذا و مایحتاج دارویی و پزشکی ارسال می کنند. آقای قرقاش ایران را متهم کرده است که با وجود نقشی که در بحران سوریه دارد اما هیچ پناهجویی از آن کشور دریافت نکرده است. همزمان منابع نظامی اطلاف عربی به رهبری عربستان سعودی روز یکشنبه 29 شهریور از قطع کامل راه امداد رسانی حوسیها از صنعا پایتخت یمن به مناطق درگیری در معارب خبر دادند به گزارش تلویزیون العربیه نیروهای اطلاف عربی پیش بینی کردند که در روزهای آینده استان معارب را به طور کامل از کنترل حوسی ها خارج خواهند کرد نیروهای اطلاف عربی اکنون منطقه استراتژیک تله المساریه را محاصره کردند این منطقه به دلیل موقعیت ویژه شاهد درگیری های شدیدی میان نیروهای اطلاف و شبه نظامیان حوسی بوده است طبق این گزارش دهها تن از شبه نظامیان حوسی خود را به نیروهای اعتلاف عربی تسلیم کردند جنگنده های اعتلاف عربی همچنین روز یکشنبه 29 شهریور بزرگترین انبار اسلحه و مهمات حوسی ها را در منطقه صد معارب بمباران کردند در این حمله هوایی مقادیر زیادی از وسایل نقلیه نظامی و تجهیزات حوسی ها از جمله چندین تانک و نفربر منحدم شدند کارشناسان نظامی میگویند معارب به عنوان راه کلیدی برای رسیدن به صنعا به شمار می رود به همین دلیل آزادسازی این منطقه از دست حوسی ها و عبدالله ساله برای مقاومت مردمی یمن بسیار با اهمیت است در همین حال منابع العربی روز یکشنبه 29 شهری بر اعلام کردند یک هواپیمای حامل هیئتی از حوسی ها تعدادی از گروگان های غیر نظامی را که این گروه آنها را در صنعا رو بوده بود به عمان تحویل دادند طبق این گزارش این گروگان ها دو سعودی سه آمریکایی و یک انگلیسی هستند این گروگان ها 180 روز پیش همزمان با آغاز عملیات نظامی طوفان قاطعیت توسط شپ نظامیان حوسی در صنعا بوده شدند در تحول دیگر اطلافی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که جنگنده هایش خانه سفیر عمان در صنعا را بمباران نکردند وزارت خارجه عمان روز شنبه 28 شهری بر ماه با احضار سفیر عربستان سعودی در مسقط به طور رسمی به بمباران محل اقامت سفیرش در صنعا اعتراض کرد این کشور همچنین از سازمان ملل متحد خواست که برای پایان دادن به جنگ در یمن مداخله کند احمد الاسیری مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی و سخنگوی اطلاف روز یکشنبه 29 شهریور ماه در این باره به روزنامه شرق الاوسط گفت حملات هوایی اخیر اطلاف در صنعا ساختمان وزارت کشور را هدف قرار گرفت آن هم پس از آن که اطمینان حاصل شد این وزارتخانه به پایگاه نظامی برای اداری عملیات شبه نظامیان شورشی تبدیل شده است آقای اسیری تاکید کرد خانه سفیر عمان در صنعا پایتخت یمن به طور حتم توسط اعتلاف هدف قرار نگرفته است جنگنده های اعتلاف عربی روز شنبه 28 شهریور در سلسله حمراتی در صنعا خانه علی عبدالله ساله رئیس جمهوری یمن در محله الحسبه در شمال این شهر را بمباران کردند این جنگنده ها همچنین ده بار مجتمع وزارت کشور را در پایتخت یمن هدف قرار دادند در همین حال حسن قشقابی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه 28 شهریور گفت سفارت جمهوری اسلامی در صنعا همچنان دایر است و های ایرانی در این کشور به فعالیت خود ادامه میدهند سخنان آقای قشقاوی واکنشی است به خبر تعطیل شدن سفارت ایران در صنعا که اخیرا منتشر شده است درگیری ها در صنعا در حالی ادامه دارد که منابع نزدیک به ریاست جمهوری یمن روز یکشنبه 29 شهریور اعلام کردند آماده سازی برای بازگشت عبد رب منصور هادی به عدن در چند روز آینده در حال انجام است این منابع تاکید کردند که آماده سازی در عدن برای بازگشت منصور هادی در روز عید قربان در حال پیگیری است پیشتر خالد بها نخست وزیر یمن به همراه هفتن از وزیران کابینه و شماری دیگر از مقامات این کشور به عدن بازگشتند بازگشت مقامات یمنی به منظور آغاز اداری رسمی کشور از عدن است عدن پیشتر از سوی عبد رب منصور هادی رئیس جمهور یمن به عنوان پایتخت موقت این کشور اعلام شده بود ماه بعد از امضای موافقتنامه وین به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان از جمله تحلیلگران شبکه ایران فردا مبنی بر تأثیر نامطلوب توافق وین در فضای سیاسی داخلی و افزایش سرکوب آزادی خواهان کاملا درست از آب درآمد. نشریه اینترنتی روز آنلاین در شماره امروز خود گزارش جامعی در این زمینه به قلم نازنین کامدار منتشر کرده است که در آن آمده است همزمان با افزایش گمان زنی ها از احتمال تشدید سرکوب داخلی پس از توافق اتمی که بر اساس تجربه تابستان 67 و پذیرش قط نامه 598 از سوی حکومت ایران مطرح شده، گزارش های رسیده از تهران از آغاز دور تازه فشار بر فعالین سیاسی، دانشجویان، کارگران، معلمان و روزنامه نگاران حکایت دارد. در پنج روز گذشته در ایران بیش از ده تن از فعالان کارگری، دانشجویی و معلمان بازداشت شدند و اخبار تایید نشده نیز از ادامه این بازداشت ها در روزهای آتی حکایت دارد. در همین حال منابع خبری در تهران گزارش دادند که علاوه بر بازداشت فعالان دانشجویی و سنفی، طیف گسترده ای از فعالین سیاسی و قومیتی نیز به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی احضار شدند. احزارهایی که با توجه به قطع ارتباط معمول میان آنها و دیگران و تهدید به سکوت توسط معموران جزئیات آن افشان نمی شود و گاه با غیر فعال شدن صفحات شخص در فیسبوک و شبکه های اجتماعی دیگر نزدیکانش از احزار آنان خبردار می شوند. بر اساس این گزارش حکومت ایران علاوه بر بازداشت و احضار فعالان سیاسی و سنفی طی روزهای گذشته پروژه ارعاب از طریق صدور احکام حبس طویل المدت را نیز پی گرفته به طوری که روز گذشته نهادهای حقوق بشری از افزایش سه و نیم ساله حبس سعید رضوی فقیه فعال دانشجویی و سیاسی افزایش سه ساله محکومیت رسول بداغی حکم نه سال حبس برای محمود صالحی و دوازده و نیم سال برای علی شریعتی خبر دادند. در همین حال اداره گذرنامه نیز به محل جلب و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران تبدیل شده به طوری که پس از بازداشت کیوان مهرگان روزنامه نگار اصلاح طلب از طریق اداره گذرنامه گزارش ها از بازداشت و انتقال ندا مستقیمی از محکومان سال 88 به زندان اوین پس از مراجعه به اداره گذرنامه حکایت دارد. بنا به نوشته سایت های خبری خارج از کشور دور تازه سرکوب فعالان در ایران از شامگاه سهشنبه هفته گذشته و با یورش نیروهای امنیتی به دو خانه دانشجویی در تهران و کرج آغاز شد. در این یورش ابتدا اعلام شد که پنج دانشجو به نام های سیامک ملا محمدی، حسین جندقیان، کیانا کریمپور، سپهر صاحبیان و مهربان کشاورزی بازداشت شدند. اما روز گذشته خبرگزاری هرانا اعلام کرد که قزال مقدم نیز در این یورش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. پس از بازداشت این شش فعال دانشجویی روز چهارشنبه گذشته نیز اعلام شد که در سومین روز از مرگ شاهروخ زمانی فعال کارگری در زندان علی نجاتی رئیس سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز در یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. سید منصور موسوی نویسنده و فعال حقوق معلمان نیز از دیگر بازداشتی های روزهای اخیر بوده است. علاوه بر تهران در اندیمشک نیز روز پنج شنبه گذشته سه فعال مدنی به نامهای شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری، امیر رحیم خانی و مادرش در پی حجوم نیروهای امنیتی به خانه شاپور رشنو بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بازداشت های گسترده فعالان سیاسی و سنفی در حالی همچنان ادامه دارد که دوازده عضو جبهه پایداری در مجلس نیز روز گذشته خواستار بازداشت و سرکوب دست کم تن از روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی که به ادعای آنها با بیگانگان در ارتباط هستند شده است. این دوازده نماینده از وزارت اطلاعات خواستند که سریعا به این جریانه به گفته ی آنان وابسته به دشمنان انقلاب برخورد و پرونده ی آنها را به قوه قضایی تسلیم نمایند. این درخواست در حالی است که در طی روزهای اخیر دو وبلاگ نویس به نامهای آرش زاد از وبلاگینا و محسن صادقی نیا نویسنده وبلاگ چشمان باز از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند یک فعال رسانه‌ای به خبرنگار روز گفته است تفاوت ای که میتوان از اثرات روی کار آمدن دولت اعتدال به حساب آورد تجدید دعوت افراد به های بزرگ است که در سالهای پایان دولت هاشمی معمول بود و بعد از دوم خورداد و با مرگ سعید امامی از دستور خارج شده بود در این ملاقات ها معموران وزارت اطلاعات، سردبیران و نویسندگان را ابتدا تهدید و بعد راهنمایی می کنند که چطور است مدتی را بیرون از کشور استراحت کنند تا هم گرفتار نشوند و هزینه نظام را بالا نبرند. تشویق به مهاجرت عملی است که گاه گاه در دستور عمل وزارت اطلاعات قرار می گیرد. وزرای کشور 28 عضو اتحادیه اروپا روز سهشنبه 31 شهریور در نشستی فوق‌العاده در بروکسل بار دیگر سهمیه بندی پذیرش پناهجویان را بررسی می‌کنند. این نشست با هدف کمک به یونان و ایتالیا دو کشوری که مقصد نخست پناهجویان در اتحادیه اروپا هستند برگزار می شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته های گذشته اعلام کرده بودند که 120 هزار پناهجو را از ایتالیا و یونان به سایر کشورها منتقل می کنند. البته هنوز ای در مورد اینکه چه کشوری چه تعداد متقاضی پناهندگی میپذیرد تصویب نشده است. همزمان شماری از کشورهای شرق اتحادیه اروپا مانند مجارستان، لهستان، چک و اسلواکی تاکید کردند که مخالف سهمی بندی الزام آور پناهجویان هستند. با این حال دولت آلمان برخواست خود مبنی بر راه حل تقسیم پناهجویان تاکید دارد. آلمان از پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا حمایت می کند. این پیشنهاد با توجه به معیارهایی مانند قدرت اقتصادی، میزان جمعیت، آمار بیکاری و شمار درخواستهای پناهندگی که پذیرفته شده اند تنظیم شده است. اتریش، سوئد، ایتالیا، یونان و فرانسه نیز از این پیشنهاد حمایت می کنند. حامیان پذیرش سهمی بندی شده مهاجران در پی حصول توافقی در نشست روز سهشنبه هستند در غیر این صورت ممکن است مناقشه سهمی بندی پناهجویان به دیدار سران اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه موکول شود در نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بروکسل این موضوع تنها در صورت موافقت تمامی اعضا پذیرفته می شود اما در نشست وزرای کشور در روز سهشنبه نظر اکثریت شرط است در نتیجه اگر 55 درصد اعضای کشورهایی که 65 درصد جمعیت اروپا را در خود جای دادند روز سهشنبه با سهمی بندی الزام آور پناهجویان موافقت کنند کشورهای اروپای شرقی امکان رد آن را نخواهند داشت البته پیشبینی می شود که وزرای کشور اتحادیه ای اروپا از این شیوه برای تصمیمگیری استفاده نکنند چون در نهایت برای تقسیم پناهندگان نیازمند همکاری سازنده و فعال تمامی اعضا هستند لهستان، اسلوواکی، چک و مجارستان اما بر مخالفت خود تاکید می‌ورزند. نخست وزیر چک در آستانی روز سهشنبه بار دیگر تاکید کرده است من انتظار دارم که موضع مشترک ما یعنی رد سهمی بندی پرقدرتتر شود وزیر کشور چک نیز سهمی بندی پذیرش پناهجویان را دارای پتانسیل نقض قوانین اتحادیه اروپا میداند او اعلام کرده نتیجه تحقیقی که چک در این مورد انجام داده به دولت لوکزامبورگ که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد تحویل داده شده است مجارستان نیز حاضر به پذیرش سهمی بندی الزام آور پناهندگان نیست حتی اگر در نهایت تنها ملزم به پذیرش پنجاه و چهار هزار پناهجو باشد در طرح سهمیه بندی اتحادیه اروپا هر کشور تنها در مرحله نخست ملزم به پذیرش پنجاه پناهجو خواهد بود با این حال به نظر می رسد پیشنهاد پرداخت پول به جای پذیرش پناهجو گزینه ای است که برخی کشورها در پی آن هستند بر اساس این پیشنهاد هر کشوری می تواند یک چهارم از پنجا و چهار هزار پناهجوی پیشنهاد شده را در یک دوره سه با ارائه دلایل قابل قبول رد کند اما در مقابل برای هر پناهجو به کشوری که آن را میپذیرد هزینه ای بالغ بر 6000 یورو پرداخت کند ایتالیا و یونان قرار است علاوه بر آن برای انتقال هر پناهجو مبلغ 500 یورو دریافت کنند هنوز روشن نیست که نشست روز سهشنبه نتیجه ای در بر خواهد داشت یا خیر اما صدر آلمان امیدوار است که موضوع سهمیه بندی پناهجویان به روز چهارشنبه موکول نشود چرا که در این روز موضوعهای مهم دیگری از جمله راههای جلوگیری از مهاجرت گسترده پناهجویان و همچنین ارائه کمک مالی به کشورهایی مانند ترکیه لبنان و اردن که میلیونها سوری را پناه دادهاند در دستور کار نشست اضطراری است در صورتی که مسئله تقسیم پناهجویان در روز سهشنبه به نتیجه نرسد ممکن است موضوعات دیگر از دستور نشست روز چهارشنبه سران اتحادیه اروپا حذف شوند